واقعا در این دو سال بدون موسیقی در افغانستان چطور تیر شد به شما و چطور حوصله کردید و تحمل کردید؟ استاد میر مفتون بدون موسیقی بسیار عجیب است. به خدا و آقا مسیل دموکاری دموکرشی همو همو کار رو دوگار شد ملشکری سه با ما کرد بار ندارم دیگزانت عزیزی هنرمندان زیاد محلی هستند که دنبوره را خوب می نوازند. شما کدامشان را می پسندید و فکر می کنید که کارشان اصولی و هنری است؟ در افغانستان ما همیار کرد که باقی خیلی یک دنبوره را در سری شانت ورداشت و یک غیجک را ورداشت و هر چیزی در دانش آمد نموتر گفته را دنبوره اصلا موسیقی یا ایل و نابی کشوری افغانستان ما و شما نمی دنبوره. از ازدواج خانیات کردید؟ گفتی دو بار ازدواج کردید. خودی را گفتی همو ایرانی ها ویلش کردیم رفت. نداند کس از این رازی که خندد لبندو. میر مفتون زمانی که تنها میشه، زمانی که در تنهایی خود است، کدام هنرمند است که دل مفتون صاحب برده؟ ای او یک پیسای از اون بگو به طور پیسای در حضرت که از خنده کرده کپک میشه یک خورده افتان بازندن این گومش بیانو میگو. مفتون صاحب، من یک جای خواندم که نامتان میر نیست. خانه آبا که خوشحالم خرابم کردی بازم میتونم خونه ای ویرانه ای ماهی بفرست در چه غمت دار. سلام و وقتتان بخیر، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های کاکتوس. در این هفته چه برنامه است و قرار است که یادی کنیم از روزهای خوب و موزیکال افغانستان، روزهایی که به هر حال خوب بودن، شاد بودن و موسیقی شنیدن در افغانستان جرم نبود. قرار نبود که شما به زندان انداخته شوید به دلیل شنیدن موسیقی و علاقه تان به موسیقی، و قرار نبود شما حتی شکنجه شوید به دلیل اینکه موسیقی میکنید و نوازنده موسیقی هستید یا هنرمند هستید برخلاف شرایط فعلی. ما همه این داستان ها رو میخواهیم با یکی از بزرگترین هنرمندان موسیقی محلی افغانستان در میان بگذاریم و بپرسیم که در این شب و روزها در افغانستان و در بدخشان چه میگذرد؟ در بدخشانی که آقای میر مفتون از آنجا برمیخیزد و صدای خود را به گوش جهان میرساند. میر مفتون بدخشان را ترک نکرده و همچنان در خانه خود است با وجود حضور طالبان. این شما و این برنامه امروز من. بشنوید و ببینید. سلام و وقتتان بخیر استاد بزرگوار، صدای همیشه سبز و ماندگار موسیقی افغانستان، یادگار موسیقی ناب و فولکلور تاریخ افغانستان، جناب مفتون صاحب بزرگوار، سپاسگزار از اینکه بر ما وقت دادید که بعد از یکی دو سال دوری از شنیدن صدا و دیدن روی ماهتان دوباره با شما یک مصاحبه بسیار گرم و انشالله جانانه داشته باشم. سلام جناب محترم لشکری صاحب، سلام به خودت عزیزی دل، سلام به همکارایت، سلام به تمام علاقمندای ما و تمام ملت کشورم که داخل و یا خارج هستم، سلام به همه گی عرض میکنم. و یک چیزی را من میالی بیا یادم هست از یادم نمیرد و یک تسلیتم بیا عرض کنم به بیچاره و بازماندگانی که در ولایت باستان هرات متاسفانه پدرها و مادرها و اعضایشان از دست دادن. خدا برای از اینا قبر جمیل بده و هر افتگیار خداوند ببخشد انشالله. خداوند مغفرت کنه کسانی که جان خود را از دست دادن متاسفانه در یک حادثه بسیار زیاد وحشتناک در ولایت هرات در غرب افغانستان، و چندین زلزله پیاپی و خانه های غیر استاندارد باعث شد که شماری از وطنداران و کسانی که در اون جغرافیا زندگی میکردن جان خود را از دست بدن. من امیدوار هستم که برای بازماندگانشان خداوند صبر نصیب کنه و همچنین زخمی ها را خداوند شفای عاجل نصیب کنه. مفتون صاحب سپاسگزار برادر از اینکه وقت دادید. ما نزدیک به دو سال میشه، یا ببخشید نزدیک به سه سال میشه که من خودتان را ندیدم. آخرین باری که من خودتان را دیدم سه سال پیش از امروز بود. چطور تیر میشه مفتون صاحب زندگی این دو سالی که گذشت و این اتفاقات اخیر چطور بر شما گذشت و کجا هستید؟ زندگی چطور میگذره؟ سلامت باشی. اما یک پادشاه بود بعد خسر کم میمان کرد
بسیار ترتیبات گرفت. خود ترتیبات پادشاهی دیگر فکر کردی چرا هم یک ترتیبات بود؟ بسیار کاوبری از قضاهای رنگ رنگ و بعد به وقتی خواب تخت مراته در باغ برش برد و کنیزات که هر دقیقی که خسر پادشاه از جایش میخواد که بخیزد و ده تا کنیز را میرسد و ایره در تخت مراته خواب آندن و بعد پرداشم که از خواب بیدار شد کنیزات دویدن و یکی روی پاک و یکی جان پاک و هاوی دست و چی شد و بیتی بمود از سویه یعنی پادشاهی هم بالاتر قدر کردن وقتی که بری از قضای سمانه را که آوردن بعد پادشاه آمد در آمد دو خسر سلام علیکم گفتی تو بود شو گفتی بود و گذشت گفتی را چرا کمی شما قدر کردید که یک شوی بود و گذشت کنیزه را سیاست کرد فردا شوش گفتی را در تک مراته خدم شو دو دو باقی خدم میبریم در چهار باق میخوانیم خب قصه کوتاهی را بردن و باز از رد بیان در تک خواب پادشاه فردا که باز پادشاه از خواب پیست آمد که خسر پیست و سری در سرخانی سبانه است گفت که خسر سلام علیکم گفت چه رقم بود شو گفت که یک شوی بود گذشت ای گفتی را ببرینش دینمو 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 پشتی سری اطفا گفتیم شو کس طرفش هم نرود کنان کمپل هم رو خودش بالای بزند خوی را بردنش در مو پشت طویلای اطفا و کسی طرفش هم نرفتی یک کمپلی اطفا گرفت در رویش کش اطفا شد و فردا هم کسی نرفتی روی شد اما او یخ شیش تو آمد شیش تری بخون آچه آمد و هرگ و کاکا که تو بود شو گفت یک شوی بود و گذشت ای پادشاه فهمید که یک شوی میگذشت دیگه میگذرد خدا را شکر که جان در تن داریم هستم لشکری صاحب عزیز ابو وطنی بابایی و اجدادی چون من از سابق ابو جاد بودم آلی هم امو جاد هستم مطروف اینی میگارد ابو دیخانکای ما میبینم و ما انداز خود کم کم زمین داریم و جا داریم و همونطور در موطن هستم پریه ما بازگیر نام داره و رسوالی کاشم در بدخشان زیبا در نزدیکای کامل مفتون صاحب بسیاری از وقتی که نظام جمهوریت سقوط کرد و حکومت طالبان آمد بسیاری از هنرمندان از افغانستان خارج شدند بسیاری ساز را بر زمین گذاشتند شروع کردند به بالا رفتن از دیوارهای کانکریتی میدان هوایی کابل تا که چانس خود را برای رسیدن به اروپا و آمریکا آزمایش کنند تا که خودشان را به یکی از طیاره‌هایی که پرواز دیسانتی داره از افغانستان برسانن شما چه کردید مفتون صاحب کجا بودید در او شب و روزها گاهی به سرتان زد که بس است بیا که بریم ما لشکری پیوی عزیز در امو زمان ما از دره وردوج بدخشان در امو زمان حکومت امارت ولسوالی وردوج مکمل یعنی رایی که ما عبور و مرور داشتم با خانم می رفتم ما امو زمان از بابای امو امارت می رفتم می آمدم امی وطندارا بودن بچه ها بودن همه که می شناختن اگه آمدیم سری از این که ما الهی شکر امی روز می گذارد یک دبلک زمین و مال و کار قشلاق یعنی شاید اکثر دوستای ما بیتارا از خاطر که روز روزگارشان در افغانستان دیگر نمی تشکن وظیفه شون هم خواندن بود خودی که بله. دیگر نبیشتن نیست بله. بله. دیگه اونا چی میخوردن؟ خود چیزی نداشتن که بخوردن دیگه با ما چیزی که فعلا حکومت در افغانستان حکومت امارت است ما در بالای خدا رو تطبیق میکنیم ما موسیقی نداریم ما خواندن نمیکنیم اما آرام هستیم در مو قریه در مو پشتی همو 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 کار رو روزگار خدمون لشکری سید با ما کس کار نداره من میدانم مفتون صاحب شما خود نام خدا زمیندار هستید و راه های دیگری هم برای امرار معاش هست نه تنها موسیقی اما یک تعداد زیادی از هنرمندان افغانستان آنطور که خودتان گفتید تنها راه درآمدشان موسیقی بود تنها راه درآمدشان حضور در برنامه های موسیقی و محفل های موسیقی بود که او هم متاسفانه از افغانستان داستانش برچیده شد به او خاطر مجبور شدند که کشور را برای گرسنه نماندن و برای پیدا کردن یک چهار لقمه نان و حفظ امنیت خودشان ترک کنند و ما میخواییم از شما بدانم مفتون صاحب واقعا در این دو سال بدون موسیقی در افغانستان چطور تیر شد به شما و چطور حوصله کردید و تعامل کردید استاد میر مفتون بدون موسیقی بسیار عجیب است به خدا لشکری صاحب شما سلامت باشید اگر که ما بر علاوه ای که علاقه مندای منتظری آوازم هستن در گوشه ای دنیا ما خدمم تشنه فلکای میشم خدم تشنه فلکای میشم شاید هم
در بالای زمین ها که میرم، شاید هم در خانه که باشم، خودم به خودم میکنم یک موضوع. و دیگه آمدیم تری از این که ما اینجا هم اگه میفهمد خبر دارد، حکومت امارت اسلامی هم خبر دارد و بزرگ مردای هم که در بدخشان هستند که ما خیلی میایم تاجیکستان. اینجا ما ویزه دارم، همیشه ویزه یک ساله برای ما میتن. اینجا هم علاقه من داییم بسیار زیاد است. قدر عزت ما در این تاجیکستان هم است. لشکری که با یوان بار یوان باری که علاقه من دارم در دنیاره لکنی ما در دنیاره کنیاره ما در تاجیکستان میاییم. اینجا خیلی است همون تکنه بودن که خدم تکنه هستم، خدم بر خدم خوب بلا که زیاد میخونم سیر کردم با میشد میرم. خوب است مفتون صاحب. مفتون صاحب یک سوال بسیار شخصی، اما در عین حال من مطمئن هستم بسیار از علاقمندان تان میخوان بفهمند. اولی که یگان هنرمنده حالی دیگه مرد و زن نداره، نام خدا کلگی پوت میکنه، من میخوام از شما پرسان کنم که چند ساله هستید جناب مفتون، و دومی که موسیقی در خانواده شما یک ریشه قدیمی و پیشینه گذشته داشته یا اینکه نه خیر، شما اولین کسی بودید که در خانواده روی به موسیقی و روی به هنر موسیقی آوردید؟ تو سلامت باشی. ما امیر عمر ما که میپرسی بعد خدم پیش پیش رای میورمی بسیار زود گذر امود تو رو میگذره که خبر نمیشیم. ما امتال 60 هستم. نام خدا بله نام خدا شست هستم لشکری سیر. ای افسوس ارگیز اید روز عمر مرا یاد نگشت. خیام که گفته روزی که بیا آمده است و روزی که گذشت. باز از همین چل تا شست ایت نفهمیدم چی وقت گذشت. دیگه موسیقی ما از ما بابا کلان ما به نام علی بیک و امرای دست اونو در برنامه های طلوع همون دفتار در برای مردم نشان داده بودم. بله امرای بله. دست بعد پدرم شوقی شد. باز همین دنبرای عادتاله فقط شوقی در اما محیط منطقه اینی ولسوالی کاشم زیبا که اکیت ولسوالی که امزاد پدر ما میشنافتن کلان پدر هم میشنافتن. چرا؟ ویروشون را میبردنش. همی که آدم بزار شوخ بود و مطمئن بود و پروارس از ما کده زیادتر سرگاه بود که کدانی دیگه. بعد ما هم دیگه از موچن خردی خود پدر من هم یک بچه داشت. ما همی بابا منو با پدرم هم یکی بود همیشه گفتم خود من یکیستم و بچه هم یکیست و خدا جان با بچه هم یک بچه داره خواه میکنیم خداوان از او رو زیادتر کنه دیگه. اما مادر که میگه که طرف کنه و یعنی زیادتر بچه باشه. چرا مفتون صاحب تو بود چرا یک تا پیش آمدید؟ سلی نمی تو راست دیگه دازل باز یکان جا دوستاره که میگم همیشه در برنامه خدا نگیره دوستاره اگرچه مخاک کپ پای مردم هستم، من خدمتگار مردم هم هستم با بعضی دوستا مرا میگه که بیا در شعر هم یک تمیز باید بسیار تو چند از باید. آسف راست میگید سب. مفتون صاحب موسیقی پیشینه بسیار طولانی مدت در خانواده شما داشته. قبل از شما هم کسانی بودند در خانواده که هنرمند بودند. بله شوقی بابای من علیفک باز از بابامون باز پدرمون هم میرتم باز از پدرم که مرا هر طرف خطیف میبرد. اینمی تو خوشبخت آنه دیگه که آلی هم اگه با ما قدر عزت لطف میکنن مهربانی میکنن تازل هم همی تو رو بوده دیگه لشکری که. بسیار خوب. مفتون صاحب از درس و تحصیلاتتان بگویید، شما موسیقی نخواندید یا خواندید؟ نه عزیزی دل، ما چون در اون زمان ها یک پانتون بود در کابل چون مرکز با پانتونی کابل مثلا رسیدن نمیتونست. ما از اون سنف 12 که بر آمدم ما صرف شدیم به عسکری بود از عسکری ما کاندید ساختن 30 نفر بودیم رفتیم بورسای اختری را خوندیم در اون زمان در قرقیزستان و در تاشکند روسا. باز ما من نظامی برام اومدم و از سایمن صاحب بودم. پس شما سم سعی یک سایمن صاحب افغانستان هستید. اگر هنرمند نمیشدید حتما یک مارشال میشدید سب. ما بله از دامریت سرادی بدخشان که ما برس رفتیم بله. از قرقیزستان و تاشکند که برس خوندیم اومدیم من دوم بریدمن بودم. بعد از اون لملای بریدمن شدیم در غندی 24 بدخشان که کماندان غندی ما محترم امایون فوزی بود. اونا
تخت علاقمند آواز خواندنم بودن دیگه، اما در ماریبه و جنگ و این گپا نمی رفتم. ما ماریبه و تفنگ یارا نگرفتیم بدیم. خب یعنی فایر کردن تان به اندازه خواندن تان خوب نیسته؟ ای او یا قصه ای از اون بگم تو قصه ای در حضرت که از خانده گرده که پاک میشه یا گرده افتان بازنده این بومش که بیانو میگم بسیار خوب. چشمه های پاکش اما خیره بردر مانده است، روی دیواری اتاق کوچک تنهاییش، عکس بابایش کنار شیر مادر مانده است. زیدانت عزیزی من همیشه چشم تر دارم، همیشه چشم تر دارم. نمک تو بی تو می آید نغزا، لط خبر دارم نغزا، لط خبر دارم. نمک تو بی تو می آید نغزا، لط خبر دارم نغزا، لط خبر دارم. اگر مردم ز من پرسن چرا رنگات خزان گشته، اگر مردم ز من پرسن چرا رنگات خزان گشته، جوابش را همین گویم عزیزی در سفر دارم، عزیزی در سفر دارم. زی جانت عزیزی دل همیشه چشم تر دارم، همیشه چشم تر دارم. نمت تو بی تو می آید نغزا، لط خبر دارم نغزا، لط خبر دارم. نداند کس از این رازی که خنده در لبون دارم، نداند کس از این رازی که خنده در لبون دارم. و اگر نه در دلم داغی فراقی، یک نفر دارم فراقی، یک نفر دارم. و اگر نه در دلم فراقی، یک نفر دارم فراقی، یک نفر دارم. زید رانت عزیزی دیل همیشه چشم تر دارم، همیشه چشم تر دارم. نمت تو بی آید نغز ها، لط خبر دارم نغز ها، لط خبر دارم. بباره نام را قاسیر با نام ربانی من، بباره نام را قاسیر با نام ربانی من. نمی آیی مداوا کن زخمی در جگر دارم، ای زخمی در جگر دارم. از چه زمانی به صورت رسمی وارد هنر موسیقی شدید؟ از چه زمانی فهمیدید که اینا بیادر هم صدای من خوبش است، هم هنرش دارم، هم استعدادش دارم، هم علاقش دارم، و رسما شما به میر مفتون موسیقی افغانستان تبدیل شدید؟ بله ما اصلا در زمانایی هم که ما در لیسه مکتب میخوندم، ما از تر گروپی هنری امون لیسه بودم،
کوبک بازی و گپا بچه های متعلیم مکتب زیر دستم بودن، خودم آواز میخوندم و در بدخشان هم که آمدم در فیض آباد یک 6-7 ماهی که بودم هم در مردم مرا کم کم شناخت. بعد از اینکه ما از سرحدی بدخشان ما تبدیل به ولایت ارگون و وازخا و ارگون این اینجا که تبدیل شده، ما که در کابل آمدیم لشکریت بعد یک دنبوره را گرفتیم و بعد همی دردا و سوختایی که در زندگی داشتیم خیلی ما هم نواسی کرده بودیم، ما یک روشی پیشتر هم کرده بودیم در فیض آباد. بعد هم یک همیشه شیب هم جور میکردم و همی تو میگن میره سلوالی ها میگن چی میگن این همی شیر هم گرفتم قوای سرادی و پیج جگل نایون خان داخل شعبه شدم و فورا کنیرام و بایل به خوار نویش ولی وای افتی ورگون گفتم چاره ندارم و به خونه جز مادرم و کسی دیگر ندارم، البته رحم جاری و عظمت و مهربانی پس روان که بدخشان این همی که دمک یاره که کردیم این کسی که ما یک را برآمد اولین کسی لشکری ده که ما در پلای خمری رفتم که همی کسی تا میریم از توی نوشته است در دکانهای کسی فروشا اوکن یاران خدای کدام میری مخلوی دیگر که بلا این نگویی که همی کسی که ما وقت برآمده این بدخشان رفته و دفتن تز رفته و اینطور این از همی تاریخ بود که مردم هم اگه از همون کسی تو از همون خواندن ها بعد دیگر شهرت ما بعد رد سبیشی کردیم. مفتون صاحب بدون شک در حال حاضر یکی از مشهورترین و محبوبترین هنرمندان موسیقی افغانستان شما هستید. مردم افغانستان شما را عاشقانه دوست دارند و صدایتان را عاشقانه دوست دارند. حتی من شب گذشته ویدیوهایی را در صفحات اجتماعی مرور میکردم از مردم ایران و مردم تاجیکستان که چقدر به شما و به موسیقیتان احترام دارند و در برابر هنر شما کیف میکنن و لذت میبرن. مفتون صاحب، من از ازدواجتان یاد کردید، گفتید دو بار ازدواج کردید، درست است؟ و یک سوال بسیار هنری من میخوایم از یک هنرمند خوب به نام شما داشته باشم. ازدواجتان صاحب عاشقانه بوده یا همتو بزور و سنتی که میگن هلا بچه پشت لبایش سبز شده است بته یک دختر بیارید برش؟ والا لشکری صاحب عزیز، اگرچه عشق ورزیدن، ورزیدن عشق از عشق مجازی شروع به حقیقت رسیدن و نظام پایه که نظام جا هم شروع میشد میگم. آمدیم سری از این که در فیض آباد که ما آمدیم خیلی وقتا این یعنی بچگی از پریدن و غلطیدن و یپار آدم کم میکنم سنهای 23 و 24 ساله بودم ایدو تا خبر شدیم که ما در فیض آباد زنجیر شدیم و خواستوری روان کردیم. ندیده بودم و را گرفتیم یک 3-4 سال بازی یک بچگک داشتم ما بنام ایره معشوقلا نام کرده بودم ده بو وقت میگم تبخونی 24 و 23 سالگی بازی کسی به من گفت که از بام افتید مخدمم نبودم اما تو در وقت مجاهدین اما وقت که بود تقدیری که هم ما اوای ما خطا کرد رفت این طرف جرمی بدخشان به طرف مجاهدین در وقت وقت ما اون را مخشدارو ما بود اصلا وطن دارا دیگه دیگه جرم و بدخشان هم ایش وطن دار دیگه سیر بردون دو همش وطن داریم بود اما وقت هم خوب ندیدن بازی بچه که گفتن از سری دیوال هستی دید کار شد این مناسباتی ما و میخوانیم از اونه و از ما بازی را گفتی همون ایرانی ها ویلش کردیم رفت حالی کاری ما بسیار خوب شد و مادرم هم تنها بود خدا ببخشد در قریه بعد رفتیم اونجا از امو خدی امو وطن امو یک مطل ما داریم یک دره ما به نام اصلا گلدره است مردم های صادق گواندره میگفتن میگم باری گواندره را و چای گواندره میبندد و امو کاری امو داره دستری امو جا میکنند که این دام ببریش که امریکا هم ببرید که پس بیاد کاری امو وطن انجام میدن و رفتیم از امو وطن بعد هم اونجا زن گرفتیم به خاطر که ما خدمتی که مادر ما را کرده باشد و مادر ما از قوت ایمت مانده بود خدا باشه رفته یه رال خومت رفت مادر ما بعد هم اونجا زن گرفتیم از وطن گرفتیم. بسیار خوب، پس ازدواج اول ناخواسته، ازدواج دومم یک ازدواج وطنی. اما ازدواج دوم قصه ازدواج دوم بکنم بعد مرا خدا ببخشد یک مامای ما
شعبان با این هم داشت ما مست دیگه مویاد فرق دیلی میشونه اکتا با بچه ها میبینن آمدن این فیسبوک ها و دیتی ها ما هم یا تیامی که ما هم روزگاری داشتیم بعدی من گفت که ای آدم گفتی اگر زن نمیگیری با ما مادری بشارت بله ما گفتم خیلی ماما این چستی تو با ما زن بری گفت سرت به اشلاقا پایین میکن با گفتم آه میخم با نمیخم با چی دون دختر در خانه باز همه خانه ممان که در ازلی ما گفتیم برو توکل به خدا نادیده گفت دختر در خانه گفتم برو گرفتمش ماما آکم نبیره یمو تقیم بود گفتم برو گرفتمش که رایمی ازلم خدا جان ازلی ما را بسیار نازنین کرده بود از لشکری سیف ما همیشه بارا گفتم از طریق پردای تلویزیون از طریق همی برنامه هایم مالی زندگیم داراییم کارم بارم نام خدا هم مشتدتی مادری اولادات ما خبری هیچ چیزی را ندارم دیقان، چوپان، سیالی، شریکی با وجودی که مکتب نخونده فضل خدا کلت 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 مفتون صاحب برای شهران یگان دفعه در می خانه که میری بعد از بسیار دیر که تاجیکستان میری باز دنبوره را گرفته برایش یگان عاشقانه می خوانی یا نه؟ یگان بیچاره اگان هم می گرد و همی ایتایی خواندنکایی که با اون یگان ایتای خال خط بگوید دیگه ها بدبر تقدیری می گو مازن ولی خو ما بچه ها می گن که آنگای مست یگان را بخون خب کلی از دیره که ما تصوف خونده بریم اون مردم همین کلیشن کچال خویزا جوان هاست می گد یک مست بگی و ما بخاطر گل روی جوان های خال خط یگان را شعر می خونیم که به خیزن و توی است و رقص است و دیگه بازو همه خواندن های چیز بخش دارد امروه همی دایره یا دفع وطنی تو های اگر از آره جیدی نکره می گو مولو میدم نیست بول با کدام و مفتون صاحب یک سوالی که اکثر هنرمندان پاسخ نمیتن و اکثر هنرمندان دوست ندارن به او پاسخ بدن اما من با صراحت کلامی که از شما سراغ دارم فکر میکنم شما پاسخ خواهید داد. میر مفتون زمانی که تنها میشه، زمانی که در تنهایی خود است و زمانی که نخواه آهنگ های خود بشنوه از کدام هنرمند میشنوه؟ کار کدام هنرمند را مفتون صاحب شما میپسندید و فکر میکنید که برادر اینی هنرمند هم شعر خوب داره، هم کمپوز خوب داره، هم صدای خوب داره، هم موسیقی خوب داره. اینا برادر اینی یک ترانه بسیار کامل است، اینی یک موسیقی بسیار کامل است. امیر میشنام کدام هنرمند است که دل مفتون صاحب برده؟ من ایتو تنها یک تنه که ما یک تنه بگیم اینا حالی هر آوازخانی مثلا یک آنگ یا دو آنگ یا سه آنگ برای مردم شایند و تو دو آنگش و تو خوبش است و دیگه نفر میگه که نه والا ما فلان آهنگش مرا خوشم میاد دیگهش میگه والا اونو آهنگی دیگهش مرا خوشم میاد فکرتان است و دلی هر کس هر اخم آهنگ کند لشکری سه ما با هم یعنی هنرمندا همش احترام میکنم هنرمندا ما همگی سوالتان های بسیار نازنین هم هر کس به علاقدر خود خوانده دارد هر کس به علاقدر خود نام دارد نشان دارد همه گیش مردم های خوب هستن لیکن حالی ما یک آهنگ دینا یافت میجا از میرمن پروین میرمن پروین بله سب زنده یاد پروین حالی اگر امکان بود ما این رقیقی دنبوره هم بخشت میکنم اینی طوری اگر آهنگ ها خوشم نیاد در ثابت ها اون از نوجوان ها گرون های دل آقای قرباغی هم خوشم میاد از اکر قاسم باش هم سواز خوشم میاد خیلی ناسناسی بود این مردم ها را خب دیدی که آنگش هم در ستاره افغان در عبدال را چرا کم خواندم این دیگه خوشم میاد نمیدشم مفتون صاحب یک سوالی که اکثر مردم افغانستان میخوایم بپرسن دنبوره نوازان و هنرمندان موسیقی که با دنبوره میخوانند را کدامشان میپسندید؟ هنرمندان زیاد محلی هستند که دنبوره را خوب مینوازند و با دنبوره میخوانند و دنبوره را رها هم نکردند با توجه به پیشرفت موسیقی. شما کدامشان را میپسندید و فکر میکنید که کارشان اصولی و هنری است؟ والله لشکری صاحب ما خوب بهتر گفتیم که ما هیچ کس را کم نمیزنیم هیچ کسی را تنبوری درش نمیگیم هم اگه احترام داریم اما در این آخر دیدی که در افغانستان ما همیار کس شبکه خیست یک دنبوره را در سری شانهش ورداشت و یک جک ورداشت و هر چی که دانش آمد همونطور گفته را متوجه چیر نشد
ای آواز، ای آواز ما تمرین نیست لشکری که ای به عمل تکیه نکه خواجه که از روز یزل سکی دانه قلم سین به نام سین ای انجره یا زیبایی و خوشاوازی ای از روز یزل اگر توفه ایست که به ما به تو به دیگه به دیگه گویند دیگه پروردگارم به ما داده شدید در قابلی ما نگرفتم ما باشم یا دیگه آنر من دیگه یک تعداد برادرهای ما درست است که دنبوره هم میزنن اگر دنبوره هم میزنن آوازشان باز به او برابر نیست آواز خوب نیست هر آواز خوب داشته باشن با دنبوره برشان یار میگه توافق نمیکند یاری نمیکنه که دنبوره خوب بذاره خوب بودم دنبوره چی ها دستم که خطرنان خدا و وقت بسم الله تفاری بود این یکی عبدالرحیل ترابی نام گلون خوب آواز خوب شعر مکمل میخوندن غزلان خوب میخوندن غزلای توفی اشقری از عارف سیب چیابی از زمینی سیب دیگه های راستی یک دنبوره خالی بدون خوندن هم یکی آجی رنگین خوب دنبوره میزند راستی شور هم خیلی خواننده نیستو بله دنبوره خالی را خیلی تواناست دیگه در دنبورهش تواناست با دنبوره دنبوره فرق داره لشکری ده خالی ما کار خدمه میکنم ایو دنبوره خدم با خدم است با او شکلی هم خدم با او آواز خدم با او خوندن خدم با فرق خدم میزنم دنبوره میتال بله ما اما دنبوره نوازان مطرح افغانستان من به دنبال دو نام هستم و اگر ما بخوایم از شما بپرسم که یک تعدادی از مردم افغانستان به او احترام زیادی دارن میگن که خوب دنبوره میزنه ترانه های خوبی را با دنبوره اجرا میکنه یک تعداد دیگری از مردم افغانستان و حتی هنرمندان میگن که برادر کارش خوب است دیگه معمولی است یک چیز کار معمولی را انجام میده بد نیست داوود سرخوش نام یکی از هنرمندان افغانستان که با دنبوره مکسیم نظرتان چی است؟ مامیانی پیش از اینکه همیت نام شد بگیری مالا گفتم اگر تو را ستاپ کنم که خودم بگم خود تو پیشتر ایما گفتی ما این خدا شنیدت که ما میگفتم میرا برادری ما داوود سرخوش یک سلام هم برشان میدیم داود سرخوش کسی است که اصلا اونا از هم سابق هم کار بارشون قطعی دنبوره بود بعد از اینکه ایران بطن و امرای موزیکای بیگ اپا و نام نشان شما برام از شعرهای بسیار بالا را میخونه انتخاب شعری بسیار و کمپوزار هم کمپوزایی بسیار کمپوزایی که یه آدم خان هر کس اونا را در هر روی بار کمپوزای داود سرخوش مردم میخونه دیگه او دنبوره خودش و همه خود دنبوره خود چالست و چرد خطان بسیار شیرین دنبوره میزند در قطقن هم اون همه اندازی داشتم که رقمی نیرنگ اگر میداشت یا خیر خونده دنبوره هم خودش نواخت است واو نام خدا او هم خوب دنبوره رو آزد اصلا صحبت کردی هم دنبوره میخوندم دنبوره میناواخت بله کاملا بسیار من میخواستم اینو بپرسم به دلیلی که من با یک تعداد از هنرمندان موسیقی که صحبت کردم که البته در تنهایی که صحبت کردیم همراهشان یک گفتگوی غیر رسمی تلویزیونی بوده گفتن که خب داود سرخوش اول کرچی رو که او میخوانه که کرچ ابتدایی و معمولی است که یک کسی که نو میخواد موسیقی رو شروع کنه با او کرچ میتونه شروع کنه و بعد از او ترانه های صاف و یک نواختی داره که اکثر کمپوزها و ترانه هایش مشابه یکی دیگه است و تقریبا میشه گفت که در یک خط اجرا میکنه و نوآوری خاصی در طول سالهایی که موسیقی کرده نداشته به او خاطر من خواستم میره از شما بپرسم البته هنرمندان زیاد دیگری هستن که میگن که نخیر داود سرخوش یکی از هنرمندان خوب موسیقی افغانستان است و به او احترام میگذارم و برای من این سوال جالب بود من میخواستم میره از شما بدانم که نظر شما راجع به جناب سرخوش چیست مفتون صاحب من یک جای خواندم که نامتان میر نیست بله اصلا ما بابای ما مهری نام داشته بابا کلانم یانه بابا کلان بس. پدری پدرم نیو از اون کنه پیشتر اوه جد کلانتان بله اونا در همون محیط منطقه خیلی آدم سرزور بودستن که آکیمی همون زمان لگامی هست و بدنش داده بعد این آکیم هم یک شایر بوده بعد تفته که پدرم میگفت مثلا پای چار بودم پای سه و چار که پدرم پسر بعد حاکیمی همون زمان شاعر بعد در شعرش میگه که
او خود نامی همو منطقه بابا مطلب است در عرب لحال همو دراز سر کرد و یک روایت مردم میگه که دو اجدار رو دراز هم است که آلدی بیبن که مردم هایی دیده و خیصه ای دراز است از میگه که زین البمه چه زین لجامت بمه چی بچه از بمه را ای میری سرخزره چی او از سرخزره است همی زیاد است که رولی زیاد است که مقصد ما به ده سطر بینش آورد گفتم مرا همی نامی همو جد بابا کلان پدرم بمه انداختی مهری همه این منطقه مهری میرم و زمانی که من از قندز موزیک یاد برادر ما فیدای قندزی و خیر باشد بگمانم در جرمنی است با مرد رو یکی از سلامت باشن باز من اولین کسی تا که فیدا جان از قندز که تبک سبتای قندز موزیک باز روان میکرد به افغان موزیک سبتای بجا مدرن دیگه البته های سمت هم میکرد بازی در کسید گفت که آوازخان میری مفتون از بدخشان یکی از دانی از آوازخان میری مفتون از بدخشان گفت این همی دیگه دوستا کسی میری گفت و کسی میرتایی گفت دیگه گفت با وجودی که بابامون بود میر بودن ولی نامی از بابا کلانی ما مهریست از این حال من مجبور خود انتقاد گفتن آقا ما این نام تا چی بگیم گفتم خیلی بیر توکل و خدا هی نگیرد میری بگیم باری های در چیزا نوشته میکنن در پارچه های مکتبی گفا بچام سرام میری اگر این نام مهری مهری بوده مهری مفتون بسیار خوب مفتون صاحب من یک سوال دیگه از شما میپرسم و بعد از او از شما خداحافظی میکنم نزدیک به یک ساعت از گفتگو میکنیم و از شما میخواهیم که برنامه رو با یک پارچه موسیقی که خودتان میپسندید و خودتان فکر میکنید مناسب است به پایان برسانید مفتون صاحب شما جز هنرمندانی هستید که در خارج از کشور هم مطرح هستید حتی در کشورهای اروپایی هم برنامه‌های مختلفی رو داشتید که سوی دولت‌ها و سوی کشورها حکومت‌ها دعوت شدید در برنامه‌های مختلف و حضور داشتید کمی در این رابطه بگویید مگر این موسیقی فولکلور افغانستان یا ساز دنبوره افغانستان حتی در کشورهای دوردست هم طرفدار داره و شنیده میشه بله لشکری صاحب اول اگر ما بگویم که درست است که پیشتر از ماها آوازخوان‌های خوبی دنبوره نوازهای مشهوری در قطغن زمین یعنی در ولایت تخار بدخشان بودند ولی به سطح اموجا بودند با وجودی که همه کار از دستشان دنبوره بالا می نواختند آواز هم داشتند شعرهای خوب هم می خواست در سطح اموجا بودند اگر بگویم که ما همی دنبوره را دارت که حتی آواز هم خود آوردم دمی دنیا مردم با می غیر سایی که گفت پتاقی از ایره مثلا ما یک زمانی در اولتوالی اشکاشم در یک جشن پتکشی در وقت قماندان های وقت در زمان های جهاد و وقت ها یعنی زمان حکومتی استاد برهان الدین بله پادشاهی در وقت ها بله در جشن پتکشی بود من قماندان وقت خواسته بود و در اوستر تفای اجلی هست و زیر پای ما انداختن و همین رو ما میخوانم پتکشی یک خارجی امرگت خردی داره و طریقت خردی داره و بنامی میستر بروس یار سلام میتن کنه از امیجا پاسیرم کم کم میفهمیدن اینا که آمدن مرا دیدن ای امی گفت یک شو و یک جار پیدا بود شو من یا انگاهی ترا که ما عاشقی میخواندن آت سر دیگه باز شو رئیس باز محمد خان هم کلانی هم اولوکوالی و رسفتیدی هم اولوکوالی ماست یه در خانه یزی رفتیم و بری یزی خارجی مای خواندنا را رنگ و رنگ هم رای دف و دنبوره و غجه کلشکری سفت خواندیم این هم چند کسی تای پردی که داشت و تایی پکر کرد داشته همه همش از من ثبت کرد بعد پرداشت در خدافیزی گفت که اما اصرم بجا شد گفت اگر زنده باشم شهرت تا در اروپا گفتید میکنم ما گفتیم یک خارجی بود یک گفزد و رفت دیگر بعد این همه بود که یک رفت در اروپا در درباریش های هلند رفتن و در اطلاعات و فرهنگ و گرد سخنی از این که رفت یا انگام که میتان دادن بعد همه شای آلن حال زندن است و حال بچه شما است حتی و بکس های بچه شما قدیم است همونجا اینا که میشنوانه مگی خوششان می آید صدا هم بری از اینا خوش می آید همی دنبوره هم بری از اینا خوش می آید دنبوره اصلا موسیقی یا فیل و ناوی کشوری افغانستانی ما و شما نمی دنبوره نمی دنبوره است اگر بعد از اون مرا خواستن درخواست کردن من رفتم
فرانسه رفتم، کنسرت ها رو با مردم فرانسه دادم. مردم فرانسه انگلیسی که دنبور روی ساختش دارد به حقش دارد. اگر نه امایون جان، امایون تقی یادشان با خیر دورم یک سلام میده، در امریکا هستن، رباب نوازی بسیار بسیار منشور و استادیستن کلاسیک با خودش معلوم جو را کلاسیک ها رو منواق. زمانی که ما غیجه که دنبوره را شروع میکردیم در این تالار ای مردم یک رقم چرکر میکرد، بی یک رقم ویشتر میکرد، مردم فرانسه هم فشتار در کریسته. این ایتور دیگه بار همون بود که رفتیم در بار شاید هلند جایزه برام دادن، تقدیرنامه رو برام دادن، وکس های مده و دو دالزا و دو جا چاپ کردم کلان و نمیتور دیگه دیگه پاس کرد. بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزار از شما آقای مفتون. با امید روزی که دوباره در افغانستان و در کابل یا بدخشان در کنار یک دیگر بنشینیم، یک برنامه تلویزیونی داشته باشیم، مفصل کیف کنیم و قصه کنیم و موسیقی بشنویم و کسی هم کاری به کار کسی نداشته باشه. سپاسگزار هستم از شما آقای مفتون و ما میخواهیم از شما خداحافظی کنم با شنیدن یک ترانه با صدای خوب شما و دنبوره شما. نفرت بیورز بی تفاوت بودنت از لحظه ها بعد از این ماتاس باغم خونه ایم با گازین رام کو بار دل دیوانه ایم بی فرستار چه ماتاس باغم خونه ایم بی فرستار چه ماتاس باغم خونه ایم از بغم
بسیار زیاد سپاسگزار آقای میر مفتون، هنرمند خوب و مردمی جغرافیای افغانستان، ایران و تاجیکستان، و اینکه امروز در شرایط نامناسب کیفیت تصویر هم مهمان برنامه کاکتوس بودن و گفتگوی مفصلی با آقای مفتون داشتیم و امید روزی که ایشان را از نزدیک در کابل ملاقات کنیم. سپاسگزارم شما دوستان عزیز دیدم با ما همراه بودید. من یک سوال فنی داشتم از شما. شما فکر میکنید بهترین هنرمند موسیقی محلی افغانستان کیست؟ من نمیدانم، نام های زیادی به ذهن ما میاد، مثل خود آقای میر مفتون، مثل آقای داوود سرخوش و خیلی هنرمندان دیگر، عبدالله مغوری یا خیلی کسان دیگری که از اقوام مختلف افغانستان هم هستند. شما اگر علاقمند هستید که این هنرمندانی که حالا اگر زنده هستند در برنامه کاکتوس مهمان ما شوند، همین لحظه میتونید به صورت پیام در این برنامه پیامتان با ما برسانید، یا به هر حال اگر دوست دارید که نظرتان با دیگر بیننده ها شریک کنید، نظرتان بگویید بهترین هنرمند موسیقی محلی افغانستان در طول تاریخ موسیقی افغانستان به نظر شما چه کسی بوده. سپاسگزارم با ما همراه بودید. سپاسگزارم از آقای مفتون. تا دیدار دیگر که مهمان شما خواهیم شد، خدا نگهدار و با امید اینکه یک روزی در کنار یکدیگر در کابل بنشینیم و یک برنامه مفصل تلویزیونی داشته باشیم. خدا نگهدار. آوای جبران میگه یک رقم خسته و پر مرچ و خرابم کی نپرس، یک رقم تلخ و درون کوب و کبابم کی نپرس، به درک خشک و عبوس است محیطی تو منایی، یک رقم تشنه دریا شرابم کی نپرس، چون برگاهای زرد فراموش می شویم، ما در زیر خاک و گرد فراموش می شویم، در زیر خاک و گرد فراموش می شویم، در خیال نسیم بهاریش پیچیده، در خیال نسیم بهاریش، در یک خزان سرد فراموش بشویم، شکوفه باختری گفته که در یک خزان سرد فراموش بشویم،
جهانی جفا دیدن از فراق، چنان که گشت گرد فراموش بشویم، چنان که گشت گرد فراموش بشویم، چون برگ های زرد فراموش بشویم، در زیر خاک